رژیمی که خود با ادامه پروازها به چین عامل اصلی شیوع ویروس کرونا در ایران بوده. رژیمی که مدام اخبار دروغ تحویل مردم میدهد و کسانی که اطلاعات صحیح را منتشر میکند دستگیر میکند. رژیمی که کرونا را توطئه آمریکا و جن و انس علیه خود میدانند و مانع همیاری مردم علیه کرونا میشود و در عوض بسیج و سپاهش را با لباسهای ایزوده برای ترساندن مردم به شهرها میفرستد و رژیمی که مانع فعالیت پزشکان بدون مرز در ایران می شود. با این رژیم چه باید کرد؟ سلام. من رضا سرلک هستم و همراه همکارم حسین خدایی‌فر برنامه دیگری از سری برنامه های نبه اعدام را با شکلی متفاوت تقدیم حضورتون می کنیم. در برنامه این هفته از طریق اسکایپ با هرمز رها هستیم و گفتگوی رو داریم در رابطه با شیوع ویروس کرونا در ایران و وضعیت کنونی جامعه و همچنین راه‌های مقابله با اون رو در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی. با ما همراه باشید. هرمز رها سلام، به این برنامه خوش آمدید. همینطور که در جریان هستید، دو ماه است که ویروس کرونا در ایران و سایر کشورهای جهان شیوع پیدا کرده. من می‌خواستم که در این مورد برای ما توضیح بدید و وضعیت حال حاضر رو تشریح کنید. بعد از دو ماه که از شیوع این بیماری می‌گذره، روز به روز بر ابعاد فاجعه، بر ابعاد کشتار توسط این بیماری افزوده میشه. چه تو ایران؟ توی کشورهای مختلف و سراسر جهان. توی ایران خبرهایی که هست، خبرهایی میاد از کادر درمانی، از بیمارستانها، از مردمی که درگیر این بیماری هستند، خب نشون میده که ابعاد خیلی گسترده، خیلی وحشتناک و نگران کننده است. توی بیمارستانها جا برای بستری شدن بیماران نیست. خیلی از بیمارا میگن که ما رفتیم ولی نتونستیم بستری بشیم و مجبور شدن دوباره با خانواده برگردن پیش خانواده در محیط‌های محدود. تعداد زیاد افراد خانواده در یک خونه زیر یک سقف زندگی کردن، امکان قرنطینه نشدن، تمامی اینها و یا اینکه افرادی رو تشخیص دادن که شما مبتلا به این بیماری کرونا شدین و اینجا جا دیگه نداریم، دو روز بستری شدین، کافیه سه روز بستری شدین، برین خونه و اونجا خودتون رو قرنطینه کنین. از سرنوشت این افراد خبری در دست نیست که آیا بهبود پیدا کردن یا جونشون رو از دست دادن. توی ایران میلیون ها نفر، بیش از 15 میلیون نفر در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند که از کمترین امکانات برخوردارن، چه امکانات مالی، چه امکانات بهداشتی و درمانی و چه مسکن مناسب. اینها در بدترین شرایط هستند. خیلی‌هاشون امکان مراجعه به دکتر ندارن. این بیماری رو می‌گیرن با امیدی که خوب بشن، در همون محیط خونه میمونن، تمام افراد خانواده مبتلا میشن، تعداد زیادمون از اونها جانشون از دست میدن. ابعاد فاجعه خیلی گسترده و وحشتناکه و میره که روز به روز بدتر بشه و این در کنار سیاست‌های عدم مسئولیت دولت، عدم کنترل جامعه، بدون برنامه، بدون امکانات، بدون تجهیزات پزشکی و درمانی و بهداشتی، خب جامعه رو به جایی میرسونه که تعداد زیادی جونشون از دست بدن. این ابعاد فاجعه خب تو کشورهای دیگه هم هست، فقط تو ایران نیست، توی ایتالیا، توی اسپانیا، اینا هم درگیرن. منطقه اونجا برنامه هایی دارن که بتونن کنترل کنن. کشورهایی آستین بالا زدن که به کمک اونا برن،
پزشکهایی، گروه های پزشکی از کوبا به جاهای مختلف اومدن و اونجا اقدام به همکاری و اقدام به این کردن که بیمارستان، تجهیزات اینا رو اونجا برپا کنن و بتونن جون آدم ها رو نجات بدن. ولی تو ایران با توجه به رژیم جمهوری اسلامی، با توجه به اون حکومتی که دنبال سیاست بازی های خود، دنبال منافع باند و باند بازی خودشه، دنبال پر کردن جیب یک تعدادی از قبل همین بیماری که بتونن احتکار کنن، بتونن جیب مردم هرچی بیشتر خالی کنن، بتونن از قبل این قضیه استفاده منافع مالی و سیاسی خودشونو تأمین کنن. این وضعیت هر حال وضعیتیه که توی ایران مردم باش دست به گریبانند و میره که روز به روز بدتر بشه. حالا به هر حال امیدواریم که مردم با فعالیت‌های خودشون، با همبستگی خودشون، با تلاش خودشون بتونن ابعاد فاجعه رو کم کنن و بتونن با گرم شدن هوا، اومدن تابستون، بتونن از این ویروس، از این بیماری نجات پیدا کنن. موضوع مهم بعدی این هستش که چرا بخشی از مردم شرایط حال حاضر رو جدی نمیگیرند و به فرض مثال در ایام تعطیلی مدارس یا ایام نوروز کماکان به مسافرت خودشون ادامه میدن و در معابر تردد میکنن و فعالیتی از این دست رو ما شاهد هستیم. چرایی این که بخشی از مردم رعایت نمی کنند یا جدی نمی گیرند میتونه علتهای مختلف داشته باشه. وقتی که دولت تو ایران، حکومت جمهوری اسلامی قرنطینه نمیکنه، وقتی که آمار اطلاعات غلط میده، وقتی که میگه اینا شایع است توجه نکنی، و یه بخشی از جامعه هم جدی نمیگیره، وقتی که اطلاع رسانی کافی نمیشه که ابعاد فاجعه چیه، که چطوری باید مقابله کرد، آموزش داده نمیشه و اطلاعات روز کشورهای دیگر رو در اختیار مردم قرار نمیدن، یه بخشی از مردم توجه نمی کنن، مطلع نیستن، دانش رو پیدا نمی کنن که چطوری خودشون رو حفظ کنن، چطوری جامعه رو بتونن محافظت کنن. وقتی خود یه عده کار دارن، کارشون کار روزمزده، کاریه که باید برن بیرون درآمدی داشته باشن، بتونن خانوادهشون رو تأمین کنن، بتونن امور زندگیشون، امورات زندگیشون رو بگذرونن، خب از خونه خارج میشن، دنبال کارن، دنبال این اگه یه لقمه نون گیر بیارن روزی خودشون و خانوادهشون رو تأمین کنن. خب اینا از خونه خارج میشن و توجه نمی کنن به اینکه در خانه بمان، و یا اینکه به نوعی این رژیم 41 سال فرهنگ خودشو، فرهنگ دروغ، فرهنگ تزویر، فرهنگ اینکه مسئولیت آنچنانی به عهده نگرفتن، در مقابل جامعه مسئول نبودن و اینو ترویج داده، گسترش داده. خب بخشی از جامعه هم همون فرهنگو در رابطه با دیگران، در رابطه با محیط جامعه خودشون اینو پیش میبرن. خب این که میگیم چرا به هر حال مسافرت میرن، تازه همینشو وقتی جلوشونو نگیری خب فکر میکنن جدی نیست دیگه، میرن مسافرت. بعدش هم خود رژیم جمهوری اسلامی این فیلم ها و عکس هایی که پخش میکنه و میگه که
ما گفتیم ولی اینا رفتن، یه بخشی از اون عکس ها مربوط به همین نوروز امسال نبوده، مربوط به مسافرت های گذشته و ایام قدیم و سالهای گذشته بوده. اینا رو چرا پخش میکنن؟ ما گفتیم ولی رفتن، گوش نکردن، برای اینکه مسئولیت بندازن گردن مردم. تازه بخشی از مردم، یه بخش کوچیکی از مردم که مسافرت رفتن، اینو بزرگ نشون بدن و بگن که اگر گسترش پیدا کرده، اگر میبینیم و از این چنینه و این چنین مردم جونشون از دست میدن به خاطر اینه. اینا گوش نکردن و رفتن. به هر حال یک مسئله دیگه توی این سالیان سال حکومت این جانیان، جون آدمو توی مراحل مختلف از تمام دبستان و مدرسه گرفته تا دانشگاه و تا محیط کار و تو جامعه، توی جاهای مختلف جامعه میبینی ارزش قائل نیستن، برای جون آدم ارزش قائل نیستن. تو تصادفات جاده‌ای سالانه هزاران نفر کشته میشن، توی محیط زیست آلودگی محیط برای جون آدما، جون سالمندا، اونایی که مریضن، اونایی که بیماری‌های مختلف دارن ارزش قائل نیستن که اینها چه بلای سرشون میاد، جونشون از دست میدن. آدم میارن تو خیابون اعدام میکنن، خب اون وقت میخوان نشون بدن که شما برای محیط، برای جامعه خطرناک نباشین، مسافرت نرین، این پمره آلوده میکنه و باعث کشتار میشه. اینو میخوان نشون بدن، خب خودشون تو خیابون آوردن آدم اعدام کردن. یعنی که جون انسان بی ارزشه. اونجا که مردم آینده ندارن، امید ندارن، میرن تو خیابون میگن حالا یا این ویروس ما رو میکشه یا نمیکشه، چون دلخوشی و دلبندی به زندگی و به آینده براشون نیست. وقتی اینجوریه خب این کارها میکنن. وقتی قرنطینه نمیکنن از اول، خب معلومه خیلی ها رعایت نمی کنن. وقتی کارخونه و ادارات رو تعطیل نمی کنن تا همین هفته ای که توش هستیم، میان خب چرخ تولید می خوابه. از اولش که گفتن شایعه دشمنه، میخوان مملکت رو به تعطیلی بکشونن. اینه که اینه به هر حال که خیلی ها مجبورن تو جامعه بیان و خیلی ها جدی نمی گیرن و اینکه اهمیت نمیدن، اون مسئولیت اجتماعی خودشون رو در نظر نمیگیره. به عنوان سوال آخر هرمز رها، آیا به فکر نمی کنید که جمهوری اسلامی از شرایط حال حاضر داره به نفع خودش استفاده میکنه و اینکه از لحاظ سیاسی آیا فکر نمی کنید که شیوع ویروس کرونا و اتفاقاتی که داره توی ایران میفته به نوعی نعمت محسوب میشه برای جمهوری اسلامی؟ جمهوری اسلامی در ابتدا به دلیل اینکه انتخابات در پیش داشت، 20 بهمن رو میخواست برگزار کنه، این مسئله بیماری رو علن نکرد. بعد از اینکه شیوع پیدا کرد، از قم به شهرهای دیگه سرایت کرد، خب با این امکانات محدود، با عدم لیاقتشون، با عدم مدیریتشون و با عدم امکانات پزشکی و بهداشتی و زیرساختهای بهداشتی که از ابتدا استانداردهای به هر حال انسانی رو تو جامعه در رابطه با بیماری‌های مختلف در نظر نداشته نداره، خب شیوع پیدا کرد. با شیوع این بیماری خب جمهوری اسلامی هم به تکاپو افتاد که بتونه به نوعی مسئولیت از سر خودش باز کنه، به نوعی بتونه این مسئله رو به نفع خودش تمام کنه. خب به نوعی اومدن تبلیغات شروع کردن که این کار دشمنه، که این به هر حال
از جانب بیگانگان هستش که میخوان مملکت رو به تعطیلی بکشونن، حاشا کردن، دروغ گفتن، اطلاعات غلط دادن، آمار غلط دادن و این مسئله باعث شد هرچی بیشتر بیشتر شیوع پیدا کنه. در نهایت اومدن قبول کردن که آره این گسترش پیدا کرده و باید بتونیم جلوشو بگیریم، منتها این کار کار دشمنه، این مسئله بیولوژیکه. اومدن از این کانال وارد شدن. قبلا در رابطه با زدن هواپیما خواستن هواپیما رو بزنن و اینو بندازن گردن این کشور و اون کشور و آمریکا، اون نشد، دستشون رو شد. اینجا این کشتاری که داره میشه تو ایران، این تعداد بیمار، این تعداد مبتلا، میخوان مسئولیتشو از سر خودشون باز کنن و بگن که این کار کار آمریکا بود، این ویروس رو درست کردن انداختن به جون جامعه ما. خب از قبل این میخوان تبلیغات کنن و افکار رو منحرف کنن از این قضیه که چرا این همه کشتار، چرا به هر حال از تجهیزات پزشکی مجهز نیستیم، این همه خرج سپاه، این همه خرج سرکوب، این همه خرج تسلیحات هسته‌ای، ولی بهداشت و درمان مردم این چنین و در این حد. خب برای اینکه از آن رو منعرف کنن میان این تبلیغات میکنن، به نوعی متوسل میشن به اینکه ما از این مسئله استفاده کنیم و از کشورهای مختلف، از دولتهای مختلف بخوایم که بیان و ما را حمایت کنن، این تحریم‌های بین‌المللی از جمله تحریم آمریکا رو بشکنیم. یعنی دنبال این قضایا هم هستن که بتونن تحریم رو از سر خودشون، از روی جمهوری اسلامی بردارن. از طرف دیگه خب اینا دنبال این هم هستن که کمک بگیرن، کمک های مالی بگیرن. شنیدن که کشورهای مختلف میخوان کمک کنن، بیشتر دنبال گرفتن کمک نقدی هستن. 5 میلیارد دلار صندوق بین‌المللی پول میخواست در اختیار کشورهای مختلف از جمله ایران قرار بده. همین دیروز جلسه ای در صندوق بین‌المللی پول بود، ایران رو دعوت نکرده بودند و میخوان بودجه ای رو در اختیار کشورهایی که درگیر این بیماری هستند قرار بدن. ایران خیلی تلاش کرد، نامه نوشت و تقاضای این پول رو کرد، این مبلغ، این وجه رو کرد. اتحادیه اروپا قرار هستش که 20 میلیون یورو در اختیار ایران قرار بده، شدیداً دنبال این قضیه هستن که این پول رو بگیرن. به نوعی تجهیزات، لوازم بهداشتی، پزشکی به ایران سرازیر شده از کشورهای مختلف، از سوئیس، فرانسه و کشورهای منطقه. خواستن کمک کنن که جلوی این بیماری گرفته بشه، چون جهان به نوعی داره تهدید میشه و شده. خب جمهوری اسلامی از قبل اونم یه بخشی از اون امکانات پزشکی و وسایل پزشکی رو تحویل گرفته، ولی در بازار با قیمت‌های بالا به فروش میرسه. خب این تمام این چیزها هستش که به نوعی بتونن بحران ایجاد کنن، بتونن بحران سازی کنن با این قضیه کرونا، با این قضیه بیماری که داخلی الان گسترش شدیدی پیدا کرده و جهانی شده، بتونن از قبل این مسئله مسائل دیگر رو به حاشیه برونن، بتونن کشتار آبان رو به فراموشی بسپارن، بتونن زدن هواپیما رو که خیلی ها دنبالش بودن که به هر حال این عمدی بوده، این قصدی بوده، دنبال جعبه سیاه اون هواپیما بودند، همه اینا رو به فراموشی بسپاره، به حاشیه برونه.
از قبل این مسئله خب ما میبینیم که جامعه از یک سری از خواست‌ها و یک سری از مبارزات توی عرصه‌های مختلف فقط به این مسئله معطوف شده، حرکتش، مبارزش، جهتش، که این مسئله کشتار رو از سر خودش برداره. جامعه میخواد از خودش محافظت کنه و هرچه کمتر تو این رابطه، تو این مسئله، تو این شیوع بیماری تلفات بده. خب جمهوری اسلامی از این شگرت ها، از این شیوه ها، با این سیاست ها میخواد به نوعی چند سبای دیگر بتونه قدرت بمونه، امروز رو به فردا برسونه، بتونه حکومتش رو تداوم بده. ولی خب در دل این فلاکر، در دل این همه کشتار، این همه مسائلی که مردم هم یک طرف گرونی و فقر بیداد میکنه، یک طرف ویروس کرونا کشتار میکنه، مردم روحی همبستگیشون بالا رفته، چه در داخل ایران چه در سطح جهان. همه میخوان کمک کنن، هم کمک کنن کمتر تلفات بدن، هم کمک کنن که جلوی این بیماری رو بگیرن. تو ایران شبکه‌های مختلف درست شده که این شبکه‌های همیاری تلاش میکنن که تجهیزات و امکانات بیشتری بتونن در اختیار بیمارستانا بذارن. کادر درمانی و کادر پزشکی تو ایران در خط مقدم دارن مبارزه میکنن، تلفات میدن خودشون و از جونشون دارن مایه میذارن. مردم با روحیه اتحاد، همبستگی و همیاری دارن مبارزه میکنن و این مبارزه شون خب به نوعی جمهوری اسلامی هم میخواد جلوشون رو بگیره، جلو این تلاش های همگانی رو بگیره. ولی خب گسترده مردم اومدن چون این ویروس گسترده داره کشتار میکنه. خب اینجا تمام اون سیاست هایی که جمهوری اسلامی داره به کار میگیره نقش بر آب میشه. ما ببینیم که یکی از مسائلی که این مدت تو جامعه مطرحه، در سطح جهان مطرحه، میبینیم که علم در مقابل خرافات، علم در مقابل مذهب داره جلو میاد و این خودش نشون میده که این رژیم جمهوری اسلامی، این حکومت چقدر با خرافات و تبلیغات مذهبی، طب اسلامی جامعه رو به اینجا کشونده، جامعه رو از خواستهای انسانیش خواسته به عقب ببره. ولی خب مردم گسترده میان و تمام این سیاستهای جمهوری اسلامی رو نقش بر آب میکنن و در کنار پرستاران و دکتران وای میستن. خیلی از پزشکا همین الان میان جواب این خرافات رو میدن که این صحبت های اینچنینی، حمله بیولوژیک، اینها پایه علمی نداره. تبلیغات مذهبی و گسترش خرافات ضد انسانه، ضد علم، بلای جان مردمه. همه یک پارچه میان و کل جمهوری اسلامی رو که باعث و بانی این همه کشتار و جنایت و این همه فقر و فلاکت تو جامعه بوده میان که از سر راه خودشون بردارن. بله، ممنونم هرمز رها که در این برنامه با ما همراه بودید. بینندگان گرامی که تا بدین لحظه ما رو همراهی کردید، از شما هم سپاسگزارم. سال خوبی رو براتون آرزو میکنم و
لطفاً توصیه های سازمان بهداشت جهانی و متخصصین و پزشکان رو جدی بگیرید. تا برنامه بعد، روز روزگار خوش. خودم بازی اون خونده هم برای تصدیلی نمیذاریم بکشن اینجا اما اون هستی خوشم بزن بیوان.